سلامتی گرانبهاترین هدیه است که خداوند متعال برای بشر داده است. پس از سلامتیتان در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی و بخش نسخه، سوخت و ساز و تا طبی حفاظت کنید. امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب را انتخاب کردیم. در مورد تاثیرات طبیعت و تاثیرات بهار بالای روح و روان انسان. فردا هم قرار است که ما اولین روز سال نو را تجلیل بکنیم. پس چه خوب است که امروز ما بیشتر در مورد تاثیرات فصل بهار و طبیعت بالای روان انسان ما انسان معلومات بیشتر حاصل بکنیم دکتر صاحب توصیه خوب می داشته باشن صحبت های خود خوب است همراهشان داشته باشیم در این قسمت از برنامه هم دکتر صاحب محترم احسان نوری روانشناس با ما هستند بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبتات بخیر شما سلامت باشین بنامان که بودن ما یاد از او سلام تقدیم می کنم خدمت شما و خدمت بیننده های نازنین تا اون کمی برنامه خیلی زیبا شما را می بینم بسیار تشکر استاد سلامت باشین ما هم بسیار خوشحال هستیم از اینکه شما امروز در بخش متفاوت از برنامه صبح زندگی نبز سلامتی با خود داریم و قرار است که توصیه های تیبی بیشتر به مردم عزیز ما داشته باشین و شما عزیزان که در بخش روانی اگر سوال دارین میتونین که همین لحظه به طور زنده از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون جهانی آریانا سوالاتتان را همراه ما شریک بسازین حتما که در جریان بخش نبض سلامتی از دکتر صاحب احسان نوری سوالات شما را پرسان خواهد کردم حالا خوب است که صحبت خود را همراهشان شروع بکنیم در مورد تاثیرات طبیعت بالای روان انسان خب استاد قسمی که همه ما میفهمیم امروز آخرین روز سال 1397 است و فردا هم قرار است که ما شاهد اولین روز فصل بهار باشیم بیاین در مورد تاثیرات مثبت فصل بهار برای روح و روان انسان صحبت بکنیم طبیعت خیلی تاثیر مثبت داره روی روان شما ببینید کسایی که افسردگی فصلی گرفته بودن ام. در زمستان مثلا افسرده شده بودن استراب داشتن حالا وقت بهار میشه می, می آ آ آ به هوای بهار وقتی اینا حس میکنن یک احساس خوشحالی میکنن یک حس خوب برشان میده یعنی طبیعت خیلی تاثیر مستقیم بالای روان ما داره درس مثبتی که برای ما طبیعت میده و خصوصا رنگ سبز میگه که کسایی که رنگ سبز کم میبینند دچار مشکلات مثل افسردگی مثل استراب مثل دیابت مثل این مشکلات میشه مثل سرطان حتا دوست دارم از این خاطر ما رنگ کوچه برنامه خود رنگ سبز به اون شکل ام. است رنگ خیلی خوبه شما در مثلا بعضی کسا در سال نو میره سر قبر و جای خسته کن در دشت چی فایده شما جای برین طبیعت سبز ببینین نعمت خداوند رو که آره. این خیلی خوب است خیلی خوب استاد معمولا مردم ما در افغانستان حتما کوشش میکنن یک باغچه کوچک حداقل در دا حولیشان داشته باشن گاه اوقات افراد هستن که خیلی دوست دارن طبیعت را و باغچه حولی خود گلای رنگارنگ رنگ کشت میکنن، درختهای مختلف قرض میکنن و بعض افراد هم هستن که اصلا دوست ندارن و اصلا علاقه ندارن به طبیعت. ام. به نظر شما کشت کردن و قرض کردن گل و نهال در حولی در پیش روی خانه چقدر تاثیر مثبت میتونه بر ما داشته باشد؟ تا چه اندازه بر ما بیشتر میته تا زمانی که ما تصمیم میگیریم صبح از طرف خانه بیرون شویم بریم به طرف وظیفه یا درس خود و متوجه رنگ مقبول گل ها میشیم چقدر ما میتونیم انگیزه مثبت بگیریم درخت هر کدام تان وظیفه دارن یک درخت قرض کنیم که خیلی خوب است حداقل میگمونی بل 18 نفر حداقل اکسیژن میت یعنی خیلی خوب هوا رو پاک میکنه شما تنفس میکنه مردم هم تنفس میکنه و از اما مثلا سبزی و از استفاده میکنیم که چقدر خوب سبز است و روان شما رو شاد میکنه و وقتی از صبح وقت از, از خواب برمیخیزین اگر درخت های خیلی زیاد داشته باشه اکسیژن خیلی خوب تنفس میکنید که هر کدام تان یک وظیفه دارین که فقط خیلی جنجال نداره فقط غارش هست کم آب برش بتیم که خیلی لذت هم داره آب دادنش هم خیلی لذت داره بله و بعض از درخت هم هست مثلا درختای های ناجو خدر با آب زیاد هم ضرورت ندارن فقط مم. وقتی که ما غرس بکنیم اون باران هم در فصل بهار زیاد بی باشه ولی هر زمان که ما ببینیم ای درخت رشد میکنه کلان میشه اکسیژن بیشتر بر ما تولید میکنه و از همه هم مهمتر آلودگی هوا را کاهش میده خود از یک پیام بسیار مثبت میتونه باشه همین که ما میری مثلا آبیاری میکنیم خود از این بعضی وقت ما خیلی خسته آه. میشیم میگیم خب چیکار کنیم به برنامه میشیم بیایم کارهای متفاوت تر در زندگی خود انجام بدیم ما همیشه کارهای یک شکل میکنیم و این خیلی خسته کن از بر ما یک تغییر, یک یک تغییر بیاریم در زندگی خود سال 1397 تمام شد و رفتیم به مم. سال 1398 زمانی که ما میریم به سال 1398 بیام ببینیم که چی مشکلای در این سال داشتیم در دا زندگی خود چی تغییرات رو باید بیاریم تمام اونا رو بنویسیم اهداف خود رو بنویسیم مثلا مشکلاتی که در این سال داشتیم اشتباهاتی که داشتیم اونا رو بنویسیم و رفعش کنیم و تغییری در زندگی خود بیاریم مثلا سال قبل اصلا نهال قرض نکرده بودیم این کار انجام بدیم و سال قبل که نهال قرض نکرده بودیم آبیاری هم نکرده بودیم امروز بله. امسال بیایم آبیاریش کنیم خیلی وقت وقت خود پر کنیم با این چیزا بعضی وقتا بیکار میمونیم خیلی خوب است که شما برین باغچه درست کنین و رابیاری کنین که خیلی خوب است برای شما و یک مصرفیت هم درست میشه بله رنگ گل ها چقدر میتونه تاثیر داشته باشه بالای روان ما کدام رنگ گل را ما خوب است که بیشتر انتخاب بکنیم به خاطر دیزاین حولی ما و یا ای که ما بتونیم حس بهتر داشته باشه تمام گل ها رنگ خیلی خوب داره یعنی برای ما لذت بخش است یعنی کل گل ها هر رنگی که باشه وقتی ما میبینیم یک اس خوب برای ما میته <متاز> یک حس خیلی خوب بر ما میده خصوصا رنگی که مثلا رنگ سفید گل سفید از خیلی حس خوب بر ما انتقال میده استاد پیاما را داریم از مردم عزیز ما که از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون جهانی آریانا همین لحظه بر ما فرستادن خالد جان رزاقی سوال پرسان کردن گفتن که طبیعت چه تاثیر بالای موفقیت انسان دارد یعنی کسانی که در طبیعت مناسب زندگی میکنن چطور موفق هستند خب طبیعت با موفقیت ما وقت روان سالم ما داشته باشیم حتما روان سالم باعث برنامه های خوب میشه ما مثلا سو وقت میخیزیم یک جای سبز میبینیم و میریم مثلا درس فکر میکنیم با یک موضوع خیلی خوب و ما رو اهداف خود درست میکنیم و ما رو موفقیت خیلی خیلی, خیلی خوب است که ما یعنی ربط خیلی خوب داره وقتی روان سالم داشته باشه حتما میریم به موفقیت وقتی روان ما مشکل داشته باشه و در یک طبیعت سر... مثلا طوفانی زندگی کنه مشکل باشه طوفان باشه و ما نتا نمیتونیم حتی فکر کنیم کتاب بخونیم اصلا نمیتونیم پلان گذاری کنیم ادب گذاری کنیم و خیلی مشکل بر ما ایجاد میشه دقیقا. و اصلا نمیتونیم به موفقیت فکر کنیم استاد حالا خوب از در مورد از این بر ما معلومات بتین که ما حداقل هفته چند مرتبه ضرورت داریم که تفریح بکنیم با طبیعت باشیم و بتونیم که مو افکار منفی و افکار خسته که در طول هفته همراه ما بوده در ذهن ما جا گرفته اون را دور بریزیم و یک هفته جدید را با سپری کردن در طبیعت بتانیم آغاز بکنیم خب کسایی که در جریان سال مثلا فصل خزان آمد اینا افسردگی فصلی <applause> گرفتن که چند مثلا علائم داشت که اینا شاید مشخص باشه برشان که چی مشکل بر اینا ایجاد شده بود مثلا اینا غمگین شده بودن زندگی برشان خستکان شده بود نامید شده بودن اصلا پلان برای زندگی خود نداشتن مثلا گیریه میکردن بدون دلیل زندگی برشان مثلا گفت که اصلا تمام میشه دیگه بعضی وقتا ما اینقدر افسرده میشین بعضی کسا سوال میکنی میگی چرا این مشکل برات ایجاد شده مشکل داری حتما میگه با خدا من ما مشکل ندارم اصلا شاد هستم مشکل اقتصادی ندارم مشکل اجتماعی ندارم میگه یک بارم تو شده یعنی بعضی وقتها فصل زمستان به خاطر نور و آفتاب و طبیعت اینا و تمامش کم میشه یعنی طبیعت که مکمل خشک میشه درختا و یا طبیعت شکل دیگه به خود میگیره مم. آفتاب و نورش کم میشه و به خاطر همین که اینا افسرده میشه زمانی که ما میریم به افسردگی و افکار منفی و مشکل باید اینا چیکار کنه شما ما عمل شده برین طبیعت ببینین جایی که سبز است برین اونجا با دوستای تان تفریح برین خیلی خوب است هفته یک بار خوب است که ما تفریح کنیم همیشه اما هم روانی باید داشته باشیم صحبت های خیلی خوب بشنیم بریم تفریح و سیمینار ها بریم اشتراک کنیم که خیلی خوب است تمام اینا ما را از افکار منفی دور میکنه استاد در کشورهای خارجی مروج است که بیشتر زمانی که کار میکنن مردم در طول سال یک مرتبه یا دو مرتبه حداقل اینا کوشش میکنن یک وقفه داشته باشن یا یک سفر برن به یک جای و با طبیعت بیشتر وقتشان را سپری بکنن داشتر همچنین وقفه های در طول سال تا چه اندازه بر ما کمک کننده است ما در طول مثلا هفته کار میکنیم خیلی خسته میشیم یعنی یک نواختی میشه روزمرگی ام. یعنی خیلی بد است این کار ما هر روز یک کار کنیم یک کار کنیم یک کار کنیم بر ما خسته کن میشه بعضی وقتا بر تا... تا... تایم مشخص بر خود جور کنیم بر خود ما فقط من همیشه میگم اگه خودتون دوست داری برین خو بر خود بر خودتون چکر برین بر خودتون برین رستوران بر خود خودتون دوست داشته باشه برین برتون یک شاخه گل تازه بخرید و مثلا گفتگو خیلی خوب است یعنی ما برای خود بعضی وقتا باید زندگی کنیم خود دعوت کنیم بریم چکر برای خود برای خودمون که دیگرا را بیاریم بگوییم بیا شما بری اگه اونا نره باز ما نریم بعضی کسا وابسته به دیگرا است اگه اون زنگ میزنه بیا که بریم اگه اون نره باز جام نمیره همین که میمونه میشه کس کار داشته باشه اصلا نره و دوست نداره تفریح او وابسته میری نه, نه. نمیرم یام نمیره باز زنگ میزنه ما نمیره این دوام دار میشه ما برای خود بیایم زندگی کنیم بعضی وقتا بریم مثلا من خودم بعضی وقتا خسته میشدم مثلا در فصل بهار میرفتم می یک می جایی که مثلا پارک باشه درخت ها باشه این تنفس عمیق میکرد و خود راحت میکردم و خیلی آدم راحت میشه از این حس خوبه که بهار بر آدم میده یکی از بینندای ما بر ما سوال روان کردن گفتن که از دکتر سایب پرسان بکنیم که ما هم از دکتر سایب سوال را پرسان میکنیم یمنا سادات پرسان کردن که از هرات هستم یک سوال داشتم موقعی که بنابر هر دلیل عصبانی شوم نمیتونم کنترل بکنم به هر که باشه برام میرم اما اطرافیانم دیگر فکر میکنن که شاید کار کرده باشن اونا باید چه کار کنم که ناراحت نشم و بتونم که خشم خود را کنترل بکنم و ناراحتی خود را بتونم کنترل بکنم یکم که جملات چون شده بود ولی گفتن که کلا ناراحت هستن عصبانی هستن و گاه اوقات نمیتونن که خشم خود را کنترل بکنن فکر کنم گفته بود اطرافیان ما که چیزی میگه من ناراحت میشم بله 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 اول خب ما حرف مردم باید گوش نکنیم یعنی مردم چی میگه ما از خاطر حرف مردم ناراحت شیم مردم بر شما اگر کار خوبم کنین بر شما بد میگن همیشه صحبت بوده کار خوب کنین بعد میگن بعد بکنین که خوب بعد خوبتر بعد بد خوب خوب میگن بعد خوبان خوبم بعد میگن خوبم بعد خوب خوب. یعنی هر کاری که ما کنیم ما بیایم کار خوب کنیم خود ما میفهمیم که این کار اس... به اصول اخلاقی است اصول اسلامی است تمام کار خوب باشه بریم انجام بدیم سخن مردم نشتیم سخن مردم مثل موج دریاس شما اگر گوش کنین خسته تان میکنه اگر امرش برین غرقتان میکنه یعنی خوب نیست ما ناراحت میکنه دیگه وقتی ما عصبانی خب چرا عصبانی میشه اول از صحبت های مردم اطرافت اول خو خوب نیست که ما صحبت های مردم بشنویم و عصبانی شویم گفتم که اگر بشنوی خستهت میکنه اگر بیری غرق میشی پس نکته بعدی چی است که تو وقت عصبانی میشی اول خب ببین که مشکل نداشته باشی یعنی مشکل افسردگی خشم عصبانی از مشکل ها نداشته باشی اگر داشتی ریشه یا بیگو که چرا داری یعنی از دوران کودکی لط شدی سرزنش شدی از سر طرف پدر مادر در بزرگی سرزنش شدی یا کدام تشویش دیگه داری بعض جوان ها بیکار هستن و این بیکاری خودش باعث از میشه که عصبانی نمیشه چرا برین میگه چرا بیکار هستی کار پیدا کنی و این تشویششان است تشویش از یا باعث تشکر سلام سلامت, سلامت, سلامت باشین خدا کنه اگه بیننده عزیز ما جواب سوال خود را پیدا کرده باشن و حتما مشوره دکتر سایبای روانی را داشته باشن حالا خیلی کوتاه استاد میخوایم پیام شما را داشته باشیم برای سال 1398 13, که سال جدید است اولین کار که میتونین هدف گذاری کنین برای سال بعدی تان که شما چی کار باید کنین ببینین که سال را که گذشت چقدر اشتباهات داشتین چقدر خوبی ها داشتین خوبی های تان ادامه بدین اشتباهات تان پس رفع کنین برین پیشرفت کنین اگر ما اشتباهات خدا بشناسیم و بفهمیم که آسیب شناسی کنیم اشتباهات خدا امسال تکرار نکنیم و کارهای خوب کنیم پیشرفت میکنیم حتما که باز روی گذاری یک روز صحبت رو یک دنیا تشکر استاد محترم است سلامت شما در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی از یک صحبت خیلی عالی داشتین در مورد تاثیرات طبیعت بالای روان و جسم انسان ها سلامت باشین و سال نو و پیش و پیش به شما مبارک امچنان سلامت, سلامت زنده باشین شما. از شما هم یک دنیا تشکر می کنم بینید عزیز و مهربان از اینکه بخش های مختلف نبض سلامتی را انتخاب کردین و پسندیدین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقهمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین